به الله بخشاینده و مهربان دوستان گرانقدر و بینندگان عزیز برنامه فرهنگ و تمدن اسلام السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته خرسند هستیم که باز هم بعد از سپری شدن یک هفته خدمت شما عزیزان قرار گرفتیم و برنامه فرهنگ و تمدن اسلام و برنامه خود شما را برای شما پیشکش میکنیم امید است که از سوالات و موضوعاتی که در هفته های قبل ما از جناب مفتی صاحب پرسیدیم و جوابات برای شما ارائه کرد مورد قناعت و پذیر شما قرار گرفته باشه و استفاده اعظمی از اونها گرفته باشید باز هم مثل سابق شما می توانید ها یا سوالاتتان را برای ما از طریق فیسبوک تلا و همچنان 4 پنج شش دو به ما ارسال کنین و ما می توانیم که سوالات شما را به برنامه بگیریم و از جناب مفتی صاحب بپرسیم آ آ آ یک نکته که ما میخوایم بگویم برای شما دوستا ای است که بعضی از دوستا میرن دو او پوست هایی که سابق ما او را گذاشته بودیم در فیسبوک تلو در او پوست های سابقه سوالات خود مطرح میکنه ممکن ما متوجه از او سوالات نشیم و بعض مورد اعتراض شما قرار بگیریم ما امیدوار هستیم وقتی که ما پست خود جدید میگذاریم در فیسبوک شما میتونید در او پست سوال بر برای ما مطرح بکنیم و ما هم انشالله بدون شک سوال شما را وسیله میشیم و میپرسیم قبل از همه جناب مفتی صاحب شما را به برنامه خوش آمدید میگم بسیار تشکر جناب مردی در خدمت زنده و سلامت باشید جناب مفتی صاحب اولین سوال ما از یک دختر خانم به نام نرگس محقق است بعد از عرض سلام و ادب برای شما و به همه بیننده گفته که معنی این چیست که میگویند مسلمان آینه مسلمان است بسیار کوتاه ولی بسیار پرمفهوم است ما فکر می کنم بسیار تشکر جناب مرادی صاحب ما هم سلام خدا خدمت همه بیننده های محترم تقدیم می کنم واقعیت چیزی را که شما گفتی بسیار کوتاه اما خیلی پرمعنا و جامع هست که بله. مسلمان آینه مسلمان است هدیث پیانبر صلی الله علیهوسلم است حدیثی است که ابو داوود ایر از ابو حریره رضاللهتلعنه نقل میکند که پیانبر صل اللهعلهوسلم فرمود است المؤمنو مرعات المؤمن سه کلمه ای است که بسیار مختصر ولی آنقدر جامع است اصطلاحی را که شما به کار بردی فراگیر که اگر در مسائل اجتماعی متوجه به کلمات سیگانه شویم بله. اکثریت مسائل زندگی ما را در بر می گیرد بله. و این خصوصیت و ویژگی پیامبر صلی الله علیه و سلم است که الله برش نصیب کرده است که کلمات بسیار کوتاهی را بله. استعمال بکنه معنای از او آنقدر جامع آنقدر فراگیر باشد که بیشتر مسائل زندگی ما را بله. احتوا بکند و یکي اعظم جوامع الكلمه کې محدثين او مفسرين په پیغمبر صلى الله عليه وسلم لقب داتي دي است او خپله بیان کده است که الله جوامع الكلمه بر ما نصیب کده است يكي هم ام امي حديثه میتونيم بگويه بيدون شک وقته پیغمبر صلى الله عليه وسلم بر ما معرفي میکند که مسلمان آينه مسلمان است دخترخانمي کې پورسي دي است واقعيت تکه كلامه همه انسان ها هست امروز در بین همه مسلمان ها زبان به زبان میشه بسیار تشکر از سوالشان یک کمی توجه بکنیم شاید بیشترین مشکلات ما را کاهش بده چطور پیامبر می آید یک انسان مسلمان آینه دیگه مسلمان معرفی می کند ما امروز اگر خود آینه را جور بکنیم و از دیگرها بخوایم که آینه ما باشه ما واقعیت یک زندگی آرامی را پیدا خواهیم کرد اولین ویژگی آینه ای که یک آینه مسطحی که ما چیره خدا در او روزانه یک بار یا چند بار میبینیم این آینه اولین ویژگیشی است که جانب مقابل خدا کسی که میخواه خدا در او ببینه او را توهین و تحقیر نمی کند هر مسلمان، هر دوست، هر برادر کوششش ای باشه که آینه گونه زندگی بکنه وقتی عیب دگرها را میبینه دگرها را توهین و تحقیر نکند اولین ویجگی که برا ما درس میده اگر ما میخوایم که واقعا خود آینه به دگرها جور بکنیم باید دگرها را توهین و تحقیر نباید بکنیم از دگران که میخواین آینه بر ما باشه اونها هم ما را توهین و تحقیر نباید بکنن دو ویژگی که در یک آینه متصور است و دیده می شود آینه زمان چهره انسان صاف و شفاف نشان می ده که خودش پاک باشه گرد و غباری روی آینه را گرفتن نباید باشد دعوتگری که می خواهد دعوت بکنه اول باید خودش به با آنچه دعوت میکنه عمل بکند کسی میخواد عیوب دیگرا را بیان بکنه عیب دیگرا را نشاندهی بکنه باید اول عیوب خود اصلاح بکنه اول باید به با عیوب خود متوجه شود هر آینه صاف و شفاف باشه همو قدر انسانی که خود در او میبینه چیره خود صاف و شفاف پیدا میکنه دعوتگرای ما اگر میخواهند دعوتشون بالای مردم تأثیر بکنه نیاز است که مرحله اول خود ما به سخن ما عامل چیز سیومی ره که در آینه میبینیم که پیامبر تشبیه داده است که مسلمان آینه مسلمان است عکس بله. العمل خود را میبینیم عکس العمل خود ما در برابر آینه ای است که وقتی چیره را بر ما نشان میده ما آینه را به نمی‌گوییم نمیگوییم بله. بلکه آینه را شاید یک صافی بزنیم یک پاکش بکنیم مثلا بله. خوب نگاهش میکنیم این ویژگی سیوم ما را میفهمانه که دعوتگرای خدا احترام بکنیم رهنماهای خود احترام بکنیم بله. کسی که عیوب بر ما نشاندهی میکند عیوب ما را بیان میکنه او را باید نوازش بریم او را به دیده قدر باید ببینیم چرا اونها خیرخواه ما هستند او بله. مصلح ما هستند او هستن که عیبا را بر ما بیان میکنن تا ما اصلاح بکنیم چهارم چیزی که آینه ویژگی را در خود داره هر انسان یک آینه دارد بله. هیچ انسانی شاید پیدا نشه مبالغه نشه بگوییم که از آینه استفاده نکند ویژگی چهارم ما را میفهماند که ما خامخا یک رهنما را باید اختیار بکنیم به خود یک دوست را به خود انتخاب بکنیم که او دعوتگر ما باشه او عیوبی که در وجود ما باشه او برای ما نشاندهی بکند و بیان بکند چنانی که آینه ما را مرتب میکنه و تنظیم میکنه و آرایش میکنه این میتونیم دوستی را که ما با خود داشته باشیم او دوست است که در زندگی ما را رهنمایی می کند ویژگی پنجمی را که آینه داره ما را درس تربیه و درس اخلاق میده آینه برای ما اما غیب ما را مستقیم برای ما میگه به با دیگه واسطه نمیشه که بر ازو برسونه که تو بر ازو بگو وقتی انسان در مقابل آینه قرار میگیره آینه مستقیم با انسان داخل تماس میشوه بله. و مستقیم برای خود ما, برای ما را اگر ما که عیوب برادر ما اصلاح شود بلی. برادر ما را باید مستقیم در گوشش باید بگوییم برای خودشی پیام باید برسانیم بسیار مخفیانه و محرمانه بله. ویژگی هایی است که هر کدامش واقع زندگی ما را جور می کند ویژگی ششو میره که آینه داره آینه زمینی که عیوب بر ما بیان میکنه و نشان میده خوبی های ما را نشان میده سار انسان خوش میشه طرفش سعی میکنه که چیره, م. ما هست، چیره ما پاک است چیره صاف است مثل م... مگس نباشیم که زخم میپاله تنها عیوب مردم بگوییم نه بیم از آینه استفاده بکنیم آینه که یک نقطه سیاری رو برامون نشان بده ولی چیری بیشتر ما که صاف و شفاف است او رو برامون نشان بده خوشحال میشویم جامعه افغانستانی که امروز ما زندگی میکنیم یک نفر اگر ده فیصد یا 20 فیصد عیب داشته باشه و خرابی مم. هشتاد و فیصد خوب باشه ما چون از آینه دست آینه استفاده نمی کنیم اما 80 و 90 فیصد خوبیشه زم خرابیش می کنیم یک سره خرابیش بیان میکنیم، یکسره در قبالش منفی گروهی ای می کنیم آینه برای ما درس میده چنانی که آیوب یک را بیان میکنیم، کنیم بی خوبی هایشان بیان بکنیم ویژه که هفته میره که آینه برای ما سوال مطرح کرده است که چه معنا داره بگیم وقتی جوامیال کلم گفتیم یا باید توضیح بدیم که چطور پیامبر الفاظ بسیار کوتاه و معنای بسیار فراگیری که بیشتر مسائل ما را میگیره که می باید توضیح بدیم بر توضیح از این موضوع انشالله یک وقفه کوتاه میگیریم بعد از وقفه میایم و توضیحاتی را که در ارتباط که جمله بسیار کوتاه پیامبر علیه الصلاۃ و معنای بسیار مفهوم و بزرگی دارد میشنویم از جناب مفتی صاحب باز هم خوش آمدید بیننده های نهایت عزیز موضوع, موضوع ما در ارتباط به ای که مسلمان آینه مسلمان است چه معنی میدهد از جناب مفتی صاحب میشنه با ادامه صحبت های قبلی ویژگی هفته میره که آینه به خود داره ما وقتی در مقابل آینه استاد میشیم آینه ما را تهدید نمیکنه از آینه ما نگران نیستیم از آینه ما احساس خطر نمیکنیم همه دعوتگرای ما امروز باید چنان در برابر مردم خود خود بسازند که مردم وقتی طرفشان می و از رو در مجالسشان اشتراک میکنه احساس امنیت بکنه هیچگاه تهدیدی مدنظر نظر نباشه نگرانی برای مخاطب برای شنونده نه. پیدا نشد اصطلاح خوبی را ما استفاده بکنم خدا کنه که بهتر تمام شود بله دعوتگرا مسلح پروردگار خود حساب نکنن تفنگدار خدا خود حساب نباید بکنن بله. که مردم حراس و ترس برشون پیدا شوه هر رقمی که آرامش به طرف مقابل میده انسان در اموت وقت میتونه پیام خدا به طرف مخاطب باید برسانه بله. مثل آینه ما را تهدید نمی کند بله. ای این را باید ما در خود هر مسلمان پیدا بکنیم ویژگی دیگری که آینه داره عیوب ظاهری ما را بیان میکنه با عیوب باطنی ما کار نداره بلی. اگر ما طرف یک آینه استاد میشیم در مقابلش آنچه در ظاهر از برای ما نشان میده بلی. زیر یک خنقاق و زیر پیره اگر چیزی باشه او برای ما نمیگه او کار نداره بلی. او ظاهر نشان میده کوشش میکنیم که عیوبی که در ظاهر یک دوست ما یک مسلمان یک انسان می داشته باشه امور در ظاهر برش بگوییم بسیار موشگافی نکنیم بریم تحقیق کنیم که در باطن چه عیوبی دارد بلی. آینه مرا میفهماند که ظاهر بین باشیم یک کسی که ظاهرا خوب است انسان مسلمان خودم معرفی می کند ما باید برای او احترام بکنیم او را قدر بکنیم بلی. همه آبرو و عزت و مالش محفوظ بدانیم ویژگی دیگری که آینه دارد برای ما پیامبر صلی الله علیه و سلم میفهمانه ای این آینه چیزی که برای ما میده با دیگران شریک نمی سازدش دیگرار هم مطالبه بکنه که بیا این نفر این عیب دارد نه با دیگرار ما عیب برادر خود شریک نسازیم اگر می خواهیم برش نشاندهی بکنیم که اصلاحات بیا در وجودش باید. نیاز است که عیب با فرد سیومی شریک ساخته نشود این ویژگی دیگه آینه هست ویژگی دیگه که آینه برای ما میرساند آینه از ما رخ دور نمیده آینه جایی که مندگی از وقتی انسان میخواد خدا ببینه کاملا به استقامت انسان دیگه روبرو هست بالی. قرآن کریم چقدر زیبا بیان میکند عوض بالله من الشیطان الرجیم ولا تسعر خدک للناس حسرت لقمان حکیم برای فرزندش توصیه میکند پروردگاری پروردگار رو نقل میکند میگه لقمان حکیم به فرزندش گفت که بچیم در وقت سخن گفتن روی دست مردم دور ندی این دستور قرآنی است بیم آینگونه وقتی با کسی حرف میزنیم رخ بر رخ با او استاد شویم کاملا توجه خود با مخاطب خود داشته باشیم بلی. یک کار نادرستی که امروز در جامعه شاهد هستیم خلاف آینه بودن چیزی که ما عمل میکنیم بلی. با دوست صحبت میکنیم او در تلفنش مصروف است با دوست صحبت میکنیم و اصلا توجه بر انسان نمیداشته باشه در حالی که این ویژگی آینه برای ما میفهماند که وقتی با کسی ما صحبت میکنیم تمام اندی وجود خود متوجه صحبت از او بسازیم بله. بشنویم که چه میگه قدر کردن و احترام کردن به طرف مقابل میرساند که او گپ ما عملی شود بله. میگذارد که محبت در بین دو طرف تبادله شود و اگر ما حرف میزنیم جانب مقابل توجه نکنه خود از چیز دیگه مصروف بکند اینجاست که سخن بی تاثیر میماند و محبتی در بین پیدا نمیشود این نزاکت های اجتماعی و اخلاقی را این ویژگی آینه برای ما میفهماند ویژگی دیگه را که آینه برای ما میفهماند و میرساند یه است که آینه عیوب پیش خود ذخیره نمی کند که برای ما نشان داد پیش خود نگاه نمی کند. که باست یک روز دیگه بکشدش برای خود که آقا یک روز اینی حیب در چیره تو بود اما لحظه که برای نشان میده دفتا محوه میشه یا حذف میشود از بین میرود ما اگر میخوایم من هیچ یک مسلمان آینه مسلمان باشیم آیو بشه وقتی برش گفتیم او عیبه کامل از این خود دیگه پاک بکنیم دیگه در پیش خود ذخیره نکنیم حافظه خود نگاه بکنیم که والا یک روزی که با مشکل هم پیدا کردیم یعی ای به برخش بکشانیم این خلاف از ویژگی آینه است و خلاف این دستوری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمان آینه مسلمان معرفی کرده است ویژگی که آینه داره آینه یک شی است که در هر مکان در هر زمان هر وقت کار خود اجرا میکنه اهل مدارا است به اصطلاح بله. فرق نمی کنه کجا هست در موترم باشه وظیفه خود انجام میده در خانه باشه وظیفه خود انجام میده بله. در تشنابم باشه وظیفه خود انجام میده در دهلیزم باشه وظیفه خود انجام میده بله. اگر توتام باشه در جیبت بگذاریدش وظیفه خود انجام میده ما بیم اهل مدارا باشیم مخاطب ما هر کس است ما با همه باید دعوتگر باشیم هیچگاه مکان و زمان و موقع و محل و جنسیت و این آن تفاوت برای ما باید. نداشته باشه این ای ویژگی آینه ما را میفهماند که ما اهل مدارا با مخاطب خود باشیم ویژگی دیگری که آینه داره ما را متوجه می سازد که اگر آینه دم توته شوه از فعالیت باست نمی ماند باید. فعالیت خود انجام میده دعوتگر اگر اذیت و آزار هم از طرف مخاطب از طرف مخاطبین خود میبینه قرآن کریم دستور میده که صبر بکنه برابر هیچگاه از دعوت خود نیستد به دعوت خود ادامه, ادامه بدد ویژگی آخری را هم که میخوایم مطرح بکنیم نسبت به آینه بله. است ای که هیچگاه حیب ما را چند نشان نمیده اگر هر اندازه‌ای که مشکلات در چیری ما یا در لباس ما یا در جایی که قد و اندام ما را آینه نشان میده که ما استاد میشیم به مو اندازه عیبی که است به مو اندازه نشان میده بیشتر از او برای ما نمیخواد کور دو چند بکنه بله. ما را میفهماند که عیب برادر خود دو چند حضورش نسازیم غلو بله. غل و افراد در این نکنیم و آخری گپم جناب مرادی سیب تکمیل بکنیم بحثه بله. آینه خسته نمیشه بار بار که استاد چه مقابلش وظیفه خود انجام میده یک دعوتگر باید دعوت خود که میکنه اصلاحی که میخواد بکنه هیچگاه در جریان دعوت خود خسته نباید شود استقامت باید داشته باشد استقامت باید داشته باشه, باید داشته باشه. بله. اگر ما تنها با این فرمودی پیامبر صلی الله علیه و سلم بیم امروز جامعه خود را وفق بدیم بله. بیم ماهایی که با آینه آشتی نکرده بودیم امروز با شنیدن بحثی برنامه همشیره ای که سوال کرده است بیم با آینه آشتی بکنیم بله. بیم جامعه خود یک کاری بکنیم کوشش بکنیم خود ما را آینه دیگرها قرار بدیم مهم. از دیگرها تقاضا بکنیم که آینه ما باشند بله. میریم به زندگی ما توجه بکنیم که چطور یک زندگی آرام نصیب ما می شود یک زندگی با اعتماد یک زندگی پر از صمیمیت یک زندگی که آبرو و عزت همه ما در او تامین میشود بله. پروردگار همه ما را توفیق نصیب نصیب بکنه با این فرمودی مختصر پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی اقل بیم زندگی اجتماعی خدا وفق بله. بدیم تا از این حالتای وضع ناگواری ده که امروز ما در جامعه خود شاهد هستیم این حالت ما تغییر بکنه به یک حالت مثبت یک حالت مفید یک حالت آرامش روحی و روانی برای ما نصیب شود بسیار زیاد تشکر جناب مفتی اگر ما دید و زاویه خود از از دید انسانی و قسمی که شما بیان کردید و دیگرها ما او زاویه و او دید خود داشته باشیم مطمئنا که یک زندگی خوب و آرام می داشته باشیم یک وقفه کوتاه باز هم برمیگردیم باز هم خوش آمدید بیننده های گران قدر. بخش سیوم و اخیری برنامه ما هست و د ای ارتباط یک سوال بسیار زیاد پرسیده شده از طریق بیننده های ما و دمی ما زیاد یعنی ربط میگیره به می موضوع ما میخوایم که امورا یک سوال جور کنم و تمام کسایی که د ای ارتباط سوالات خود پرسیده بودند امیدوار هستم که مرفوع شده باشد حبیب الرحمن پرسیده که زمانی که مردم از رئیس جمهور خود راضی نباشند از نگاه اسلام چی باید بکنه این مردم این سوالی است که بسیار از بیننده ما پرسیده و دهمی محور و به عنوان بسیار نزدیکی دارند دوستی عزیز قبل از اینکه ما بیان بکنم که از نگاه اسلام مردم چه باید بکنن بله توجه بکنیم به یک موضوع بسیار مهم اول بیم ارزیابی بکنیم که از نظر اسلام چرا یک رئیس جمهوری که بیننده هایی که سوال کردیم بله. که ما راضی نیستیم بله. چرا با نارضایتی مردم یک رئیس جمهور مقرر می شود بله. نبی کریم صلی الله علیه صلی اللہ. و سلم می فرماید که کما تکونون یا امرو علیکم بله. یا حدیث دیگه میاد که انما اعمالکم امالکم پیامبر صلی الله علیه و سلام. در این احادیثش تعیین رئیس جمهور مقرر شدن رئیس جمهور انتخاب یک پادشاه را وابسته به عملکرد خود از ملت کرده است بله هرگاه این ملت الله خود راضی بکنند بله پروردگار در نتیجه رضایت خودش پادشاه و رئیس جمهوری را مقرر میکند که مردم از او راضی باشند بله هرگو مردم الله خدا ناراست بکنند خالق ناراست شود پروردگار این مردم با مو هدف آرمانی دارند که چطور یک رئیس جمهور با چه مواصفات خواهان هستند به این هدفشان نمی رسند احادیث بر ما نشان که ما بیم خود ارزیابی بکنیم مایی که عنوان میدیم که مردمی که از رئیس جمهور راضی نباشه یا کم یا بیش یک تعداد چرا؟ چه باید بکنن؟ اول توجه بکنیم که اعمال خدا اصلاح باید بکنیم بیم آنچه که موجب نارضایتی الله هست او را زندگی خود دور بکنیم اخلاق خدا درست بسازیم بخش تجارت خدا اصلاحات بیاریم مطابق اسلام بسازیم خانواده خدا موافق اسلام بسازیم حکومت داری خدا موافق اسلام بسازیم روابط اجتماعی خدا موافق اسلام بسازیم بعد از الله خود انتظار داشته باشیم که یک رئیس جمهوری را که او ملت یا او مردم خواهان باشه الله براشون با به مو مواصفات نصیب بکنه خب جناب مفتیسیب دایی گفته که مردم راضی نباشد وقتی که امروز ما بینیم انتخابات برگزار میشد در همه جوامع اسلامی و غیر اسلامی امی انتخابات مبنا و اساسش بنابر اکثریت است یعنی اکثریت مردم من یک رئیس جمهور خود انتخاب میکنن این انتخاب مردم توسط همی انتخابات چقدر به همراه اسلام سازگاری داره یعنی درست اگر امی درست باشه پس اعتراض کسایی که گفتن ناراضی باشن دیگه منتفی هست من فکر میکنم جناب این بحث طولانی است ما سر انتخابات صحبت بکنیم ما موافق هستم به حرف شما بله. وقتی مردم انتخاب میکنه بحث ما به است که در اصل در واقع بله. چیزی است که از طرف الله هم در این زمین او حکم فرمایی میشد و تطبیق میشود بله. در ظاهر و در مسائل مادیات ما بیرونی میبینیم که مردم میره به انتخابات کسی را تعیین میکنه بله. درست است که انتخاب مردم است ولی در واقع ثبوتی را که از نظر اسلام می خواهیم بکنیم که در اصل واقع نقش اساسی را که داره ما گفتیم که پروردگار نقش اساسی داره تعیین رئیس جمهور وابسته به عمل ما هست بله. که دوست ما پرسیده است مسئولیت ما زمانی که رئیس جمهور جناب مرادی از طریق انتخابات تعیین می شود ما مکلف هستیم که بیم دعا بکنیم به پروردگار اگر ناراض است تعدادی اگر ناراز هستیم بی مزدوری الله دعا بکنیم که ای الله توفیق اصلاح عمل بر ما نصیب بکنه که در نتیجه اصلاح عمل پروردگار رئیس جمهوری را بالای ما مسلط بکنی و مقرر شود که ما از او راضی باشه پیامبر صلی الله علیه و سلام راهکاری را بر ما نشان داده است که هرگاه یک رئیس جمهور مقرر می شود دشنام دادن دردی را دوا نمیکنه توهین و تحقیر درد را دوا نمیکنه شورش و آشوبگری درد را دوا نمیکنه نمی کن. چیزی را که اسلام برای ما مدرح میکنه این است که ما بیم تعلقات خدا با الله بیشتر بسازیم دعا به الله بکنیم که پروردگار توفیق اصلاح عمل برای ما بلد. نصیب بکنه و در واقع یک حکومت و رئیس جمهوری را که ما خواهان هستیم الله جل جلاله برای ما نصیب بکنه بلد. پیشنهاد ما یا پاسخ ما به دوست ما ای است که ما به حضور الله دعا بکنیم به اصلاح اعمال خود شایستگی و لیاقت پیدا بکنیم تا چیزی را که ما خواهان هستیم الله به او ما را تشکر جناب مفتسه بزی که جوابات بسیار خوب و معقولی را ارائه کردید به پرسش هایی را که بیننده های ما فرستاده بودند بسیار تشکر جناب مرودی سیم دوست های عزیز این بود داشته های ما در این برنامه امیدوار هستیم که توفیق عمل الله متعال برای ما و برای همه ما نصیب بگرداند تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی یکتا و یگانه می الله یار و نگهدارتان بود